میخوام بخش فوتبال آغاز بکنیم. سه تا مهمان گرامی در برنامه داریم: امیر خان حاشیه مقدم از نایمخین هلند، پیام یونسی پور از وین اتریش و دوست خوبم عادل هردانی که امروز از طریق تلفن و از نیوکاسل انگلستان در خدمت شما هست. بینندگان عزیز و ارجمند، بریم ببینیم که اتفاقاتی که در فوتبال ایران افتاده واقعا اتفاقات بسیار تلخ و تاسف‌باری هم این هفته، این بگو مگوهایی که در فدراسیون فوتبال و این جنگ زرگری و این جواب و پسقام و پیغامی که اتفاق میفته. و از اونم در لیگ قهرمانان آسیا تیم‌های ایرانی دوتاشون نتیجه خیلی خوبی گرفتن. زوبان موفق شد بنیادکار در هم بکوبه، سپاهان مغلوب شد، مغلوب لوکوموتیو ازبکستان شد، الان در انتهای جدول قرار داره و شانس بسیار کمی برای صعود داره. اما تراکتورسازی در تبریز انتقام شکست در تاشکند و مقابل پاختاکور گرفت و اون تیم هم الان امیدهای زیادی برای صعود داره. آقای هاشم مقدم، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. شاگردان آقای گل محمدی در اصفهان بنیادکار رو با این نتیجه پرگل بدرقه کردن، چطور ارزیابی می‌کنین این بازی رو؟ با سلام خدمت شما جناب آقای یونسی پور و عادل هردانی عزیز و بینندگان گرامی. تیم زباهن بازی بسیار خوب و با تراوتی رو از خودش نشون داد و این نشان دهنده تفکرات یحیی گل محمدیه. همیشه فوتبال خوب زباهن و ما میدونستیم خوب فوتبال بازی میکنه، منتها کافیه خوب بازی کردن تیم زباهن همراه باشه با آمادگی بازیکنان نشونه. بازیکنان مثل کاوه رضایی که بسیار آماده است، رجب زاده، و در صورت زباهن کاری رو کرد که باید میکرد. یک حسن دیگه تیم زباهن به نظر من، زباهن تو پاسای کوتاه، ترکیبی کوتاه خیلی تخصص داشت، همیشه خوب این کارو میکرد و یک مقدار بازی مستقیم یکی از چیزهایی بود که زباهن کمتر انجام داد، ولی خوشبختانه در بازی که انجام داد یه مقدار پاسهای مستقیم هم بیشتر استفاده کرد و در فضاهایی که حریف بهش میداد خیلی قابل استفادهش بود و با یک بازی خوب رو به جلو پرتعداد در حمله با نتیجه بسیار خوبی از این تیم برنده شد. چقدر شانس زباهن واسه صعود مثبت ارزیابی می‌فرمایید آقای هاشمی مقدم؟ خب تفاوت زباهن با لخفی الان 3 امتیازه، یعنی همه چی در دست خود زباهنه و من شانس زباهن رو تقریبا 100% میبینم. این زباهنی که من دیدم زباهنی هست که خیلی راحت صعود خواهد کرد. بسیار ممنونم. بریم به وین اتریش. خب از مستطیل صبر از بحث فنی میخوایم بریم به حواشی فوتبال ایران. آقای یونسی پور خدمتتون سلام عرض میکنم. میخواستم از شما سوال بکنم، این دعوایی که بین کادر فنی تیم ملی کارلوس کیروش، افشین پیروانی با مقامات فدراسیون فوتبال و خب وزارت ورزش، ببینید خدمتتون عرض میکنم، خب خیلی از کارشناسای فوتبال هم مثل امیر حاجی‌زاده و کسای دیگه به این ادبیات کیروش خیلی خورده گرفتن. حالا اصلا آقای اسدی به زعم آقای کیروش چه خیلی دیگه اصلا سر جاش نیست یا اصلا فدراسیون فوتبال یک پارچه نیست، اما این ادبیاتی که آقای کیروش به کار بردن، حالا این فرق سیب زمینی با زمین فوتبال، اینا به عنوان یه رسانه‌ای، به عنوان کسی که بالاخره سالیان سال تو رسانه‌ها کار کرده و روزنامه‌ها رو مدیریت کردی، ارزیابی شما از این قصه تخت چیه آقای یونسی پور؟ خدمت شما میهمانان محترم برنامه‌تون و همینطور مردم عزیز ایران سلام و عرض ادب دارم. مسئله اصلی بینید، من یه توضیح ابتدایی بدم در مورد آقای اسدی که به هر حال من تصور میکنم به واسطه چند سال حضورشون در فوتبال ایران و همینطور یه مقطعی دعوت شدن به اردوی تیم ملی در زمان آقای دهداری، دیگه کل اجمعین فوتبال ایران باید جلویشون سر تعظیم فرود بیارن و به هر حال خیلی عذر میخوام سجده بزنن ایشونو هر زمانی که ایشون از هر ادبیاتی میخوان استفاده میکنن و بعد میگن که ما خودمون فوتبالیست بودیم، ما خودمون پیشکسوت بودیم. به هر حال آقای اسدی احتمالا خودشون به خوبی در جنب هستن که در زمان آقای دهداری با چه پروسه‌ای به یک اردوی تیم ملی و دو اردوی تیم ملی دعوت شدن و بعد به هر حال چرا خط خوردن و اگر حالا خودشون که خیلی خوب میدونن و جامعه ایران نمیدونن، به هر حال بعضی دیگه هم هستن که مطلع هستن. اما در مورد ادبیات کارلوس کیروش ببینید، من این متن رو چند بار خوندم،
آقای کارلوس کیروش به حال یه چیزی میدونیم که آقای اسدی ملزم هست و اصلا وظیفه داره وارد فدراسیون فوتبال شده برای اینکه از سوی وزارت ورزش کل بدنه فوتبال ایران و فدراسیون رو به هم بریزه. شما نگاه بکنید ایشون با سازمان لیگ درگیری داشته، با باشگاه صاحب پرسپولیس چندان کنتاکی نداشته، مجموعه هایی که با وزارت ورزش بوده، از اون طرف با تقریبا با مربیان بجز تیم امید که به حال منتخب های وزارت ورزش بودن هیچ مشکلی نداشته، ولی با کارلوس کیروش مربی تیم جوانان با فوتسال درگیر بوده، به حال یه جور خط و مشی میشه ازش متوجه. اما ادبیات کارلوس کیروش من تصور میکنم ادبیاتیه که برگرفته از اطرافیانشه، یعنی اینکه ببینید حالا اون اطرافیان کیا هستن. ببینید حالا من یه دقیقاً یه سوال میخوام ازت بکنم. ببینید مثلا حالا من اصلا کاری به کارلوس کیروش اسدی و از نگاه رسانه‌ای میگم، خب تومیسلاو ایویچ مربی بزرگی بود، آقای میروسلاو بلاژویچ، خب خود شما هم در اون زمان خیلی فعال بودی و خود برانکو ایوانکوویچ هم یه آدم با شخصیتی بود، اما اون زمان کمک‌های آقای بلاژویچ یا برانکو و یا مثلا آنالیزورش اینجوری مثلا حالا به یه نوعی توی رسانه ها متلکی بنویسن یا تو سایت های مختلفی ها حرفایی بزنن، من ازت میخوام بپرسم که واقعا این اطرافی ها کیا هستن؟ خب شما که رسانه ها رو هر روز داری ورق میزنی و کاملا هم اطلاع داری که چه اتفاقایی داره میگذره اونجا. ببینیم ماجراش خیلی مفصله، من چقدر وقت دارم که بخوام توضیح بدم. خب تا اون چیزی که حداقل تو این وقتی که به بینندگان مثلا میشه عنوان کرد که آقا این قصه اینه، قصه اینه که برانکو ایوانکوویچ و همایون شاه، برانکو ایوانکوویچ و میروسلاو بلاژویچ واسه شما مثال میزنن، صفایی فرهانی و محمد دادکن روی مترجم هایی که کنار این دو مربی کار میکردن دقت بسیار زیاد داشتن، رضا چلنگر، کسی که امروز کنار دست آقای کارلوس کیروش عذرخواهی میکنم حضور داره به عنوان مترجم، کسیه که به زعم تمامی اهالی رسانه تو ایران داره خودش آتیش بیار معرکه میشه، یعنی یه سری چیزهایی که حتی گفته میشه علیه کارلوس کیروش رو آتیشش رو پیازداغش رو بیشتر میکنه. مدیر فنی تیم برانکو ایوانکوویچ آقای همایون شاهرخی بوده، مدیر فنی این تیم آقای افشین پیروانی، خودش گاهی وقتا داره دعوا رو هی ادامه میده، هی اسدی یه چیزی میگه این یه چیزی میگه، هی اسدی میگه که حالا بگذریم، این میگه نه واسه چی بگذریم. ما ببین افشین پیروانی بازیکن بزرگی بوده، واقعا همه تلاشش هم داره واسه اینکه به تیم ملی ایران کمک بکنه انجام میده، اما به جای اینکه آب بریزه رو آتیش داره بنزین میریزه رو آتیش. ببین اطرافیان کارلوس کیروش اطرافیانی هستن که نمیخوان این آدم آروم باشه، مترجمش در نقش اول بسیار نقش داره، مدیر برنامه‌هاش همینطور، دستیاران ایرانیش همینطور، مدیر فنی تیم، یعنی کسانی هستن که واقعا دوست دارن کارلوس کیروش همیشه همین. ببینید مثالی که کارلوس کیروش زده مثالیه که توی ادبیات فارسی وجود داره، تفاوت زمین فوتبال و زمین سیبیل زمینی. درسته، ممنونم پیام جان، نمی‌کنم نیاز به توضیح باشه. ممنونم پیام جان. آدر جان خدمت شما سلام عرض می‌کنم، می‌خواستم تحلیل شما ببینم، بالاخره شما بازیکن تیم ملی بودی، در تیم ملی بازی کردی، تیم‌های مختلف در ایران مربیگری کردی، می‌خواستم از شما بپرسم که به عنوان یه مربی ایرانی، به عنوان کسی که عدالت رو میخواد برقرار کنه، از نگاه خودت ارزیابی شما چی از این قصه؟ من از خدمت شما مهمانان گرامی و تمام ملت ایران عرض سلام و ادب دارم. امیر خان اول اجازه بده به جامعه فوتبال خوزستان تسلیت بگم بابت درگذشت پیشکسوتمون کاپیتان استقلال اهواز و منتخب خوزستان محمود بغالزاده، تسلیت میگم به خانواده محترمشون، واقعا این شوکی بوده که از دیروز به من وارد شده. در جریان بازی دوستانه بین منتخب پیشکسوتان اهواز و هفکل در زمین فوتبال میفته بدون هیچ امکاناتی، نه آمبولانسی، حتی به بیمارستان هم که منتقل میشه با کمتر امکانات جونش از دست میده و متاسفانه یکی از پیشکسوتان و خوب اونو از دست داد. من هم به شما تسلیت عرض میکنم به جامعه فوتبال خوزستان. ممنون. در رابطه با صحبتایی که شد، ببینید پیام خیلی خوب شکافی مسئله رو که واقعا بعضیا آتش بیار معرکه میشن و اون آرامشی که کیروش باید داشته باشه رو نداره. یعنی شما نگاه کنید وقتی یه مدیر یه مجموعه اطرافیانش استرس بهش وارد کنن نمیتونه تصمیم خوب و به موقع بگیره و همیشه دنبال اینه که کی پشت سر من حرف زد که جوابشو بدم.
حالا تفاوت همایون شاهرخی با افشین بیرانی اینجاست، یعنی بزرگی و منش و هر چی میخواد مردانگی و شخصیت یک ورزشکار اینجا مشخص میشه، ابهت یک ورزشکار اینجا مشخص میشه. یعنی وقتی همایون شاهرخی به عنوان مدیر فنی بود، فکر نکنم کسی جرأت داشت وارد محدوده فنی تیم ملی بشه، ولی افشین پهلوانی جدا از همه مسائل و احترامی که من براش دارم، خود افشینم آتش بیار معرکه شده، همیشه جنگ و دعواها نفر اول یعنی سفر بلا خودش قرار داده. حالا نمیخواد خودشو عزیز کنه، ولی متاسفانه کارلوس کیروش به جای اینکه تمرکز کنه رو فوتبال و تمرینات تیم ملی، داره تمرکز میکنه رو مسائل حاشیه‌ای که دور و برشه. درسته. و این یه مشکلیه برای تیم ملی، یه معضلیه. فردا به تیمای خیلی قدری میخوریم، از مرحله گروهی صعود کردیم، ولی تیمایی که در مرحله بعد هستیم همشون برای خودشون در فوتبال آسه شهر و منزلت دارن و من مطمئنم به مشکل برمیخوریم. اگر کارلوس کیروش میخواد همین روند ادامه بده، باید اطرافیانشون وادار کنه که سکوت کنن. شما نکنید تمام مربیای تراز اول دنیا خودشون صحبت میکنن، یعنی مدیر فنی، کمک مربی، مترجم، اینا نمیان مصاحبه بکنن. درسته. و این ضعف فوتبال ما رو داره نشون میده. امیدوارم فدراسیون، حالا چه این چه فدراسیون بعدی، کسی باشه که بتونه اینا رو گویزت کنه به کارلوس کیروش که این مسائل حاشیه اگه جمع جور بشه ما میتونیم یه تیم ملی خیلی خوب و عالی داشته باشیم. بسیار ممنونم از عادل اردانی. امیر خان، خب شما سوابق ملی و باشگاهی شما رو کنار هم دیگه میذاریم، سرشار از حالا بدون تعارف افتخار است، با اصطلاح قهرمان باشگاه هستی، شدید با تیم ملی بودید با زندگیات پرویز دهداری و اون زمان، و در فوتبال اروپا هم سالیان سال هستید و با عنوان یه انسان اخلاقگرا و واقعا با پرنسیپ. واسه از شما بپرسم با عنوان یه ایرانی، حالا میگم من نمیخوام، من با عنوان مجری اینجا میخوام از شما سوال بکنم و به نوعی حق رو هم نمیخوام به کسی بدم که برفض حق آقای کیروش یا اسدی یا کسی دی، به عنوان یه مربی، به عنوان یه انسانی که عدالت رو برقرار میکنه، به عنوان یه آدم اخلاقگرا، این ادبیات در مقابل یه در کنار یه مربی بزرگی مثل آقای کارلوس کیروش که اینجوری تاخت و تاز میکنه، به قول پیام که میگه مترجم و کسای دیگه، خب آنالیزورشون هم آقای خانبان مثلا از اون بر اتفاقات دیگه رقم میزنه. میخواستم از شما بپرسم که این چیه قضیهش، بالاخره شما موقعی که اینها را کنار هم میذارید به چه نتیجه خواهی رسید؟ بله، مشکل اصل همینه که واقعیت رو آدم نمیدونه. ببینید، اگر یه کار درستی که قرار باشه فدراسیون فوتبال انجام بده اینه که بیاد اعلام کنه که نه مربی تیم ملی اجازه داره به شکل شخصی مصاحبه کنه، نه آقای اسدی، نه هیچ کس دیگه. اگر عاقل باشه فدراسیون فوتبال میاد یک کنفرانس خبری میذاره، آقای کارلوس کیروش رو میشینه پشت میکروفون و این اینترویو یا این مصاحبه رو به شکل عمومی پخش میکنن، اونایی که زبان انگلیسی بلدن یا پرتغالی بلدن خواهند شنید چون چی میگه. و الان من نمیتونم به تو بگم آقای کیروش اینو گفته یا نگفته. اگر همچین حرفی زده باشه به همین شکلی که تو روزنامه ها نوشتن زده باشه، خب از دید من به عنوان یک مربی در این سطح شاید در شأن شخصیت ایشون نباشه، ولی خب من نمیدونم واقعا همچین چیزی گفته شده یا نگفتم. و ترجمه کردن، به قول معروف یکی ترجمه میکنه میگه بفهمید بشینید، یکی میگه بتمرگید لطفا. میدونید این فرق میکنه، هر دوش یک معنی میده ولی خیلی فرق داره. ولی امیدوارم که یک مقدار سلسله مراتب رعایت بشه. یک مثال خیلی کوچیک بهتون میزنم. آقای فان پراخ رئیس کل فدراسیون فوتبال هلنده، ولی من یک مرتبه اینو ندیدم در تلویزیون یا در روزنامه ها بیاد در مورد مربی تیم ملی کشورش یک کلمه حرف بزنه. میان نایب رئیس فدراسیون فوتبال هلند یا کسی که مسئول تیم های ملی در فدراسیون فوتبال است تمام این کارا رو انجام میده، ولی الان آقای کفاشیان در اون نامه صفحه اول هستش. وظایف تقسیم نشده در فدراسیون فوتبال، روابط عمومی یا اون ارتباطات نمیدونه کی به کیه. من ترجیح میدم بیاد فدراسیون فوتبال یک قرارمداری بذاره تمام مربیان تیم ملی، بگه آقا جان شما اجازه ندارین مربی مصاحبه بکنید با روزنامه ها یا به شکل کسی که موبیل جلوی صورتت میره باید مصاحبه میکنه. اگر مصاحبه میخواد باشه باید به شکل رسمی باشه که فیلم برداری بشه بشه پخشش. درست. بسیار ممنونم از امیرخان هاشمی مقدم، واقعا
اتفاقات بسیار تلخی داره میفته در جایی که تیم ملی هم بعد هفته آینده حریفای خودش رو بشناسه در مرحله مقدماتی نهایی جام جهانی و صحبت های این چنینی واقعا هواداران رو نگران میکنه. پیام جان خواستم ازت بپرسم، آقای کارلوس کیروش به دفعات گفته میخوام برم، خب هنوزم که این اتفاقی نیفتاده. آقای کفاشیان هم گفته بودش که آقای پیروانی هم بارها بارها گفته میخوام برم، هنوز سر جاش هست. از این برم انتخابات فدراسیونی که شما بین هر روز یه خبر جدیدی ازش به بیرون درز میکنه، چه اتفاقی تو اون ساختمون داره میفته پیام؟ اول من به آقای هردانی عزیز یه تسلیت بگم به خاطر اتفاقی که ناخوشایندی که براشون افتاده. این به حال هم برای فوتبال خوزستان هم اتفاق ناخوشایندی بود، هم برای فوتبال ایران. حالا یه توضیحی بدم، سید بندی نهایی فدراسیون جهانی فوتبال هم مشخص شد، مشخص شدش که ما قطعا با استرالیا هم گروه نمیشیم، یا با کره یا با کره میافتیم، کره جنوبی، یا با ژاپن، یا با عربستان هستیم، یا با ازبکستان، و حالا به هر حال تیم‌های دیگه امارات و چین و اینا هم که دیگه حالا توی سیدهای بعدی قرار میگیرن. اما مسئله اصلی اینه که توی اتفاقاتی که شاه حسین در فدراسیون فوتبال میفته، توی ساختمون فدراسیون میفته، میتونم بهتون بگم که حتی آدمایی که تو ساختمون هستن خودشون نمیدونه واقعا چی داره میگذره. یعنی الان یه اشاره خیلی خوبی کردن دوست بزرگوارم، گفتن که کسی توی فدراسیون فوتبال باید بیاد بگه مربیان تیمای ملی اجازه صحبت کردن یا دبیرکل نداره. آقای افشین پیروانی من شده از مصاحبه با رسانه‌ها، میره مقابل دوربین برنامه 90 میشینه با همه روزنامه ها مصاحبه میکنه. وقتی هم بهش میگن چرا مصاحبه میکنه، میگه من اصلا قراردادی ندارم با فدراسیون فوتبال. یعنی نمیتونه اخراج بشه، نمیتونه جریمه بشه، نمیتونه توبیخ بشه، هیچ اتفاقی نمیتونه واسش بیفته، ایشون اصلا قرارداد نداره. خب پس چرا نیمکت میشینه آقای یونسیپو؟ چرا شما به من بگین چرا میشینه؟ اینا اصلا میگم این اتفاقاتیه که فقط توی فوتبال ایران میتونه بیفته. یعنی واقعا یه جمع اتفاقات عجیب و غریبه. آدمی که حکم نداره، قرارداد نداره، مدیر فنی تیم ملی دستش هم درد نکنه، داره رایگان یک سال خوده‌ای داره واسه فوتبال ایران زحمت میکشه، میره میاد، رایزنی میکنه برای تیم ملی، زمین میگیره، وظیفه‌ای که اصلا نداره. آدم باید این بخش مثبت داستان رو هم بگه، ولی نمیشه به این آدم گفت حرف نزن، به خاطر اینکه اصلا راه حلی برای توبیخش وجود نداره. ببینید اساسا اون اتفاقاتی که داره فدراسیون فوتبال میفته به خاطر چند دستگی هایی که وجود داره، دخالت هایی که از وزارت ورزش وجود داره، بیپولی، به عدم ثبات رفتاری یه سری از آدم ها و چند بخشی شدن مدیریت که هر کسی واسه خودش جزیره خودش رو تشکیل داده، این اتفاقات هم نتیجهش میشه. و اینکه به هر حال کارلوس کیروش میخواد مصاحبه بکنه، مترجمش میگه نه به نظرم اینو بگی بهتره، افشین پیروانی میگه اینم بگی هم خوبه، اون یکم یه چیزی میگه، میشه اینکه الان به جای اینکه ما بشینیم فکر بکنیم که هفته دیگه قراره سید بندی نهایی بشه و اینا، کارلوس کیروش میگه من میرم، اون یکی هم برمیگرده میگه که نه آقای کارلوس کیروش بره، ما یه مربی بهتر به جاش میذاریم. حیام این مترجم آقای کارلوس کیروش همون کارهایی داره انجام میده که آرش فرزین با راین سوبل میکرد دیگه، درسته؟ نه نمیشه اونطوری مقایسه کردش. اصلا داستان آقای آرش فرزین با این مترجم به خاطر اینکه ایشون به هر حال اگه هم کاری میکنه از روی خیرخواهیه، داستان آقای آرش فرزین که اصلا کلا فهم. ولی ببینید من اینجوری میگم باید یه نظارتی باشه توی فدراسیون صفایی فرهانی. این نظارت رو به معنی اخص وجود داشت، یعنی اجازه داده نمیشدش که هر کسی برای خودش هر حرفی که میخواد بزنه. درست. من علی کفاشیان در مسائل مدیریت های زیربنایی به شدت قبول دارم، در زمینه کارهایی که مالی که انجام میده واقعا قبولش دارم، ولی در این زمینه واقعا داره ضعیف کار میکنه. میگم یه بخشش هم برمیگرده به این مدیریت های جزیره ای که هر کسی تو هر طبقه واسه خودش قدرتی داره. پیام تو 23 ثانیه لطفا، این انتخابات بالاخره برگزار میشه یا اتفاق دیگری خواهد افتاد؟ این انتخابات اگر هیئت دولت اساسنامه رو تصویب بکنه قبلش به تعویق میفته، اگر تصویب نکنه بره واسه بعد انتخابات کلا فدراسیون تعلیق میشه. من اصلا به نظرم باید قید این تصویب رو زیاد سریع باید انتخابات رو به تعویق میکنه. یعنی باز باید منتظر اتفاقات دردناکی در زوریخ باشیم دیگه، درسته؟ شاید، واقعا شاید، ممکنه اصلا نه، ممکنه اصلا این شر از سر فوتبال ایران رد بشه، این احتمالی که شما میگین هم
بسیار ممنونم. عادل جان یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. سپاهان امسال نتایج بسیار بدی گرفت در لیگ قهرمانان، هم دو تا بازی پشت سر هم به ازبک ها باختن. چیه داستانش؟ من به نظرم که سپاهان برعکس سالیان قبل که واقعا ثبات داشت در مدیریت و تصمیم گیری خیلی خوبی می گرفتن، امسال با آمدن اصغر باقریان این تیم اصلا پاشید. اصغر باقریان من خیلی خوب میشناسم، از زمانی که مدیر کل ترس بدنی خوزستان بود. یک مدیر عاملیه که پر از حاشیه است، مدیر عاملیه که همیشه دوست داره وقتی بیاد وارد یک تیم بشه رأس بازیکنهای قدیمی و به قول گفتنی کسایی که اس دارن تو این تیم رو هدف قرار میده که نشون بده که من چه اقتداری دارم، و این سبب شده که یکم سپاهان از اون مسیری که تو این چند سال خیلی خوب داشت میومد منحرف بشه و به سمت دیگه ای بره. خیلی وقت نداریم. تراکتورسازی هم انتقام شکست در تاشکند و در تبریز گرفت و 2-0 باختاکو رو برد. بله، برد بسیار خوبی هم داشت، با یک فوتبال خیلی خوب و با برنامه بسیار خوب، و من خیلی خوشحالم. یک مثال میگم خدمتون، فرزاد حاتمی که خیلی ها فکر میکردم فراموش شده، که از نوکملای خوب ایران شده، خوب تراکتور سازی شده در حال حاضر، و تراکتور میدونه چی میخواد، با برنامه کار میکنه و میدونست که باید بازی رو ببره. و اگر من جدول رو نگاه بکنم تراکتور بدون هیچ مشکلی به دور بعدی خواهد رفت. تبریک میگم به مردم تبریز و همه قرنویی. بسیار ممنونم از هر سه مهمان گرامی. بینندگان عزیز و ارجمند، بحث و بررسی کردیم مفصل حواشی فوتبال ایران رو. حالا بعد ببینیم که هفته آینده تیم ملی با چه تیم‌های همگروه خواهد شد، تو اونجا بیشتر صحبت کنیم که ما می‌دونیم که مثلا تیم ملی چه برنامه‌ای خواهد داشت و راهش چقدر سخت هست تا جام جهانی 2018. لطفاً سری بزنید به صفحه سود در فیسبوک، سایت ایران فردا، با تلفن پیامگیری که کارگردان خوب برنامه زیرنویس می‌کنه. منتظر نظراتتون هستیم بینندگان عزیز و ارجمند. واقعا نظرات شما به ما راهکار میده، اینو بدون تردید خدمتتون عرض میکنم و همچنین انتقاد سازنده.